دوستان خوبم سلام، من شهاب صادقی هستم و به کانال خودتون خیلی خوش اومدیم و ویدیو داریم سوپر ابر حیول از کنسرت های ابر گرخناک پاپکی های عزیزمون در روزهای اخیر. میخوایم مفصل با هم بررسی کنیم ببینیم که این آرتیست های خفن در قیچی ما اخیراً چگونه کنسرتاشون رو برگزار کردن. بریم مفصل با هم دیگه بررسی کنیم. بریم. آو بچه ها، یه پدیده نوظهوری داریم. آقای یاسان با رخ سنگین، تتوهای ابربمبی و رخ کار هیول با میلیون ها فالوئر و با همدیگه بررسی بکنیم میلیون ها فالوئر رو چه حسابی دارن فالو میکنن. احتمالا کار ایشون باید خیلی خفن باشه، بالاخره میلیون عدد کمی نیست. ببین اولا که من واقعا، حالا بچه ها شما فهم میکنی من دارم شوخی میکنم، ولی من بارها من واقعا جدی میکنم، من واقعا به صورت جدی برام مهم و سواله که داشت 1 میلیون 2 میلیون چند میلیون فالوور رو چه حسابی. خب به هر حال به ما هم بگم، خب خدا وکیل منم بدم نمیاد یه چند میلیون فالوور، یعنی بدم نمیاد که خیلی هم خوشم میاد که چند میلیون فالوور داشته باشم. خب حال میده دیگه، شما مثلا انقدر مثلا پرت و پلا. اینم به شما بگم، من از زمان اون خانم سرکار، خانم دنیا جهانبخت یادم باشه اسمشون، که ساسی ماسین زده بودیم بر اون برش، فهمیدم که شما هرچی به طور کل مثلا جفنگ طور تر باشی بیشتر انگار معروف و محبوب و اینا هستی. یعنی به جز این دلیل نمیمونه که ما ببینیم اینا اینجوری فالوور میلیونی میاد. خب من اصلا اسم ایشون رو معنای هلوش 22-23 ساله که دارم موسیقی، حالا نگم حرفه‌ای، الکی اسم رو خودم نذارم، حالا یه موسیقیکی دارم کار میکنم، توی این 20 و چند سال من یه بار اسم ایشونش یهو در کنسرت برج میلاد. خب حال میده، ما هم بدمون نمیاد والا، یعنی بدمون نمیاد که چند سال دنبال یه شب مجوزیم، بعدمون نمیاد بریم یه تو این سالونا اینجوری اجرا بزنیم، یهو میان و اینجوری ابرفالش. میگم که چرا. ترانه هم که واقعا خفنه، که الهی درد و بلات بخوره تو جون خودم و فلان. و شما ببین آقای یاسان خان، رخ کارت خدا وکیل خفنه، من خودم فن این رخ هستم. عینک دودی همیشه مردا رو یه چند لول بالا میکشه، مور ریش فلان همه چیه تتو بمبی، ولی اینا کافی نیست برای کنسرت. واقعا یه سولفژ کار اولیه است که شما متاسفانه خط ملودی رو گم میکنی، نوت ها رو، نوت ها فالشی دارن، نمیتونی هم بگی داداش من نشنیدم، چون که دیگه کنسرت های اینجوری میلیونی و میلیارد فروشی و اینا دیگه جای بهونه فنی نداره. چه حالی میکنن؟ خب داداش ما والا حالا نگیم حسادت میکنیم، حالا ولی بعدمونم نمیاد خدا وکیل اینجوری دختر پلا همش جیغ. خب کسی به نظر میرسی که اصلا متوجه موضوع فالشی نمیشه، و یعنی اینا جیغ گوجه، به نظرم اینا فقط راهش گوجه است که در واقع خواننده حواسش باشه که داداش این چه وضعیه. خب تموم شد. آقای یاسان خان، شما به نظرم واقعا یه وکال کوچ سنگین نیاز داری، سنگین نیاز داری، برای اینکه تیونینگ وکالت واقعا باید درست بشه، و تا موقعی که شما تیونینگ وکالت درست نشده به نظرم پا به عرصه کنسرت فعلا نباید بذاری. میریم از بند سیون بند که گیتاری این خواننده، این آقایی که خوش قیافه هست، چشای رنگی، آیوانز
استیو وای هم داره، چند هزار دلار کاره. خب اینجا ما الان داریم دو تا خواننده دارن همزمان با هم میخونن فاصله. قبلا گفته بودیم یه فاصله انگار یک ملودی با یک ترانه رو شما، مثال دارم میگم، خواننده شماره یک از نوتهای آ ب س د شروع کنه به خوندن، خواننده شماره دو از ب س د ای همزمان شروع کنن به خوندن، نوتهای گام رو با یک فاصله نسبت به همدیگه بخونن. این اگه واقعا تیون در بیاد حجم زیاد میده و اگه نه سردرد میگیری شما. الان اون اتفاق افتاد. البته اون آقایی که الان عینک زده و موهاش بلنده، اونو من قبلا نمونه صدای لایوش شنیدم، ایشون خوب میخونده. به حال این موضوعی بود که احتمالاً ادیتور ما گذاشته به خاطر این موضوع فاصله بود، که فاصله خوندن یک مانیتورینگی میخواد که شما باید نباید صدای خواننده سولو رو بشنوی، یعنی قاطی میکنی، فقط باید صدای خودتو بهت بدن و مثلا یه ریتم گیتاری که آکوردار داشته باشی، صدای خودت که فاصله خودتو بخونی. فاصله خوندن هم واقعا یک پله از سولو خوندن کار سخت‌تره و نیاز به سولفژ قوی داره. خب حالا من این کار الان برای چیه؟ این آقا خدا وکیل خیلی خوشتیپه و چشا رنگی، رخ تو مایه های علیزاغول ماه، حالا خدا میدونه که فاکتورهای علیزاغول رو ایشون داره یا نه. علیزاغول ما رخ این شکلی بود، ولی به رخ معروف نبود، به داستان برنامه های دیگه معروف بود. ما اینطور داره دیگه ایر. من فکر میکنم ایشون مانیتور ایر نداشت که گوششو گرفته بود، نمیدونم، اگه نداشته باش که داشت واقعا این کار فوله. خب ببینید فیلینگ کار واقعا خوبه، یعنی با احساس میخونن، ولی موضوع اصلی، فاکتور اصلی که خواننده ها باید بدونن اینه که خط ملودی دارای نوت های با فرکانس مشخص هست، شما نباید ازش بالا یا پایین بزنی. اون سرگیجه اصلا دیوانه کننده است. ما قبلا راجع به این موضوع بارها صحبت کردیم و اینجا هم ما داریم تو هر دو آقا داریم فالشی داریم. تتو مشتی، ببین این آقا زرنگه، این آقا الان دست راستش هم هست، اینجای دست راست رو تتو کرده، خب برای خواننده خیلی بمبه، چون میکروفون اینطوری دقیق خال به خال، یعنی بزک دوزک های کار واقعا بمبیه، ولی خب بزک دوزک خیلی هم مهمه، ولی فاکتور دوم که هیچی. اگه 1 تا 2000 تیونینگ وکال و موکال و این داستانه وکال باشه، از 1001 به بعد، 1000 گفتم یا 1001 به بعد تازه این بزک دوزک ها شروع میشه. و اون آقا هم اهل، من اون آقا پشتیه رو الان دارم میبینم، ایر مانیتورینگ علی ظاهر تو گوشش نیست، گوشش رو میگیره که بشنوه. این کار اصلا حرفه‌ای نیست، شما باید ایر مانیتورینگ داشته باشی آقا زاغول خوش قیافه. بله این آقا رو من قبلا هم گفتم نمونه سازی شنیدم، اینجا الان داره خوب میخونه. وقتی که دوست داشتی کنار باشم، آفرین آفرین، تموم شد، تازه داشتیم به بچه هچه ها رو میگفتیم که تموم شد. به نظر میرسه به حال توی این بند اون آقا موبولنده که بزک دوزک نداره کارش تیون اوکیه، بقیه دوستان که بزک دوزک دارن این مقدار مشکل. واه کی اومد؟ کی اومد؟ خانم ستین فکر میکنم، همایون نبینه اینو فقط. به به سالون، آها آهنگ همایونه، همایون نبینه. ببین اصلا بذار
ببین اصلا اولا ببین خدا وکیل بچه ها اصلا عجیبه. من اسم ایشونم اخیراً دارم تو همین موضوع فالشینا میشنوم و ایشون دیگه بحث فالشی نیست، بحث فالشی یعنی مثلا شما مثالا باید فرکانس 200 رو بخونی میری 210 مثلا میخونی 220 میخونی، ایشون مثلا یه 4793 رو میخونه. اصلا یه جاهای عجیب و غریبی ایشون صعود و فرود میکنه که خیلی با آهنگ اصلی فاصله داره. من نمیدونم ایشون مثلا ناشنوایی خاصی داره، نمیشنوه خودش داره چی میخونه، شوخیش گرفته، اینم هست. و من خودم آدم شوخی هستم، با دوستام که میخوام مثلا اذیتشون کنم بعضی وقتا رخ جدی میگیرم. همه دوستای من میگن که تو اصلا معلوم نیست شوخی میکنی یا جدی میکنی، و من روخم هم هیچ وقت تو دوستان معلوم نمیکنه. مثلا یه چیزی رو واقعا تو یه جمعی مثلا یه شوخی سنگینی میکنم، ولی چون روخ کار جدیه فهم میکنم مثلا من اسکلم، در حالی که من دارم مثلا شوخی میکنم. من فهم میکنم مثلا ایشون یه شرط بندی، یه شوخی چیزی، چون اصلا این حجم از پرت و پلایی اصلا یه مقدار در این حد پرت و پلا خوندن خودش کار سختیه، متوجه؟ خودش کار سختیه. اونجا ما های نوت های خفن داشتیم، اینجا لو فرکانسی های خفن داریم، آهنگ بسیار سخته. البته اینم هست ها، یعنی آهنگ برای ایشون ممکنه خیلی سخت باشه. خب سوال اصلی که داداش، یعنی خانم شما چرا این آهنگ رو انتخاب میکنی؟ یه دونه اجرای دیگه هم ازش عدل مدل خونده بود. خب وقتی شما توی لول ایکسی چرا میری 10x رو انتخاب میکنی برای کاور؟ که خب همایون شجریان خودش فقط آهنگ خودش میتونه بخونه، هر کسی نمیتونه اونو بخونه، متوجه؟ محسن یگانه شاید نتونه بخونه، اینا بهنام بانی شاید نتونه بخونه. شما یه او یک کار میره همایون شجریان میخونی، خب تو لول خودت آهنگ انتخاب کن. این هم هست، یعنی من الان چون رویشون آنالیز دقیق ندارم، ممکنه ایشون در لول خودش خوانده خوبی باشه، اونا رو نمیتونه بخونه، اونا سخته. انگار شما مثلا چه میدونم، مثال میگم، به محسن یگانه یا به بهنام بانی بگو برو آهنگای نمیدونم ویدیوستون کاور کن، برو آهنگای ماریا کری کاور کن، برو آهنگای حالا سم اسمیت کاور کن. خب سخته دیگه برای ایشون، خب چرا این کارو بکنه؟ داشت لول خودم میخونم، هر کی یه ترازی داره به هر حال. اصلا البته من نظرم الان پس گرفتم، ایشون موضوع این بحث سختی آسونی نیست، ایشون تسلط روی واقعا دیافراگم و حنجره نداره، نوت ها کاملا شلختن. الحق آهنگم سخته، ایشون انتخاب بسیار غلطی داشت، در لول ایشون نبود. به هر حال که ما میریم خواننده بعدی، آقای علی عبدالمالکی، ترکیب مشک قرمز یه مقدار سمه که ایشون این ترکیب رو انتخاب کردن. من که میگم دوربین مخفیه یا شوخیه، یعنی من اینا رو نمیشناسم، ممکنه اینا مثلا شخصیت‌های شوخی باشن، ما الان داریم حالا نقد و بررسی می‌کنیم، شاید نه شخصیتش، ولی خب ببین شوخی موقع است که شما با دوستات می‌کنی مفتیه، شوخی مفتی، دوستات نشستن باهاش شوخی می‌کنی می‌خندی، ولی الان اینجا ملت پول دادن دیگه، با پول مردم که نمیشه شوخی کرد، اینجا باید جدی بکنی. اصلا این پاپکی ها خدا هن، یعنی شما تو هیچ ژانری انقدر پرت و پلایی نمیبینی، بعد همه هم میلیون میلیون فالوور. من نمیدونم اگه مشک قرمز فالو میاره، بچه ها کامنت کنین، جون من گفتم کامنت کنین مشک قرمز فالو میاره. من مشک قرمز از فرده، من مشکی ساده میپوشم، از عینک آفتابی ریبه، من عین اینو فکر کنم دارم، البته مال ایشون اگه فکر نباشه همینو بزنم دیگه، ولی ساعت مال ما حالا اپل واچ همیشه خاموشه، اگه اون ساعت چیه من نمیدونم، رخ کار مهمه. حالا البته ایشون خب موها قهوه‌ای، ما موها مشکیه،
اما بینی هم علی‌الظاهر عملی مال ما فابریکه. خب اگه اینجوریه داشت یه هزینه است دیگه، آدم میده از اون ور در میاره، میگیری؟ یعنی شما یه عمل میزنی چنده؟ 10 تومن الان چقدره؟ 15 تومن عمل جراحی بینی چقدره؟ میری اون ور بلیت فروشی میلیونی میزنی داشت در میاد همش. ببین اینا اینجوریه مدلشه، یعنی هرچی حال کردیه فقط برو بالا، برو بالا هر جا حال کردی نیست لله. اینا فرکانس داره، فواصل نسبت هم تعریف شده است، راه هم داره ها بچه، یعنی همینجوری گوجه خیاری نیست، اینا راه داره، سولفش تمرین داره. شما نوتهای گام به طور مثال اصول اولیش که با پیانو میزنه، یکی خودت میزنی یا یکی برات میزنه، شما سعی میکنی اونا رو در بیاری، تیونر میذاری جلوت با تیون، مثلا بعد اینو تو بخونی آ، ولی میخونی آ، حالا تیونر بهت نشون میده درست خوندی یا نه، عقربه داره دیگه فرکانسا. هی خودتو 10 میلیون بار رو نوت اونقدر میخونی گوشت تو عادت میده که اون نوت اون فرکانسو داره. با پیانو فلان یه روندی به هر حال داره، این روندو اون کسی که خواننده حرفه کارش اینه، شغلش اینه. خب داده شما عجب. بعد مردم سردرد نمیگیرین؟ شما خدا وکیل این کنسرت ها میرین، اگه بعد از کنسرت شما با دوست دخترتون یا دخترین با دوست پسرتون خلاصه نامزدین با فلانتون اینا دعواتون نمیشه، شما اصلا اند صبورین، چون من یکی برم با همه دعوا میشه، تا عصبی میکنه کارو. ولی خب میگم رخ کار میکروفون سربالایی اینا رخ داره دیگه، رخ کار یه جوریه که شاید هم بیننده چون گوشش مثلا نمیشه، بیننده ما هزار ماشاءالله اونم متوجه نمیشن، نمیشه وقتی رخ کار اینجوری طرف فاز برمیداره تو ببینی آقا این الان مایکل جکسون حتما رو استیج، اینم هست مشکی قرمز. یعنی اونقدر اعتماد به نفسا بالایی شما اصلا به خودت شک میکنی، یعنی من الان به خودم دارم شک میکنم که اشتباه میشم، به ایشون شک نمیکنم، اینم هست. چون یه جوری دادی حاجی میخونی اصلا ما همه همون خودمون خدا وکیل کرکوپرمون ریخته. شما بگو یه نوت صحیح اینجا دیدی، من به شما یه جایزه سوسک طلایی به ایشون تقدیم میکنم، یه نوت سالم اگه بود بابا لامصب، یه نوت، یه نوت که دیگه میشه نمیشه شانسی، یعنی شما شانسی لای ده نوت یه نوت درست بخونی از اینکه هیچی درست نخونی به نظرم آسون تره. این یکی از بدترین کنسرت هایی بود که تا حالا شنیدم بچه، این یکی از بدترین چون همه فالش بود، اصلا انگار که اینم سخته ها، همه فالش واقعا کار سخته، چون اینسترومنت ها همه داشتن تیون میزدن، شما کلن یه ذره بالاتر داری میخونی، این خیلی کار سختیه. جون من اگه من اینجوری بکنم اینجوری وکال میلیونی میکنین ما رو میکنین میلیونی؟ خب داداش اگه نمیتونی خب مگه مجبوری این اسلایدهای سخت رو بزنی؟ همون داشتی دور هم شل میخوندیم دیگه. تموم شد. آقای شهرام شکوهی با لامینت های بروز، نه لباس کار سنگین، لباس خفنه، ما رو یاد اریک کانتونا میندازه، ترکیبی از یحیی گل محمدی، اریک کانتونا و اون محمد لامینت. I'm gonna make you mine.
میگن که من هیرم این به خونا خیلی سخت تر از همین معمولیه. سخت تر نیست؟ خب آقا مگه مجبور آدم یه کار سخت رو بکنه؟ من هم سخت فرزده باشه بیرم. خیلی سخت نیست؟ آدم یه جر ملو این دوربر میخوره در حالی که وره بره به درت سیرم. این کار سختیه و فراتر از اون وقتی شما همه چی میندازی اینجا دیگه دیافراگم و هوا و اینا اصلا اعتقاد به این مسائل نداری، دیگه شل میشه کار. خب ایشون علی ظاهر، حالا دقت کنین، این نگاهش به یه سمتیه، نمیدونم حالا احتمالاً به حال یه فردی چیزی اون براست که ایشون میخواد یه چشمک شلی هم لای کار احتمالاً بزنه. حواس شیطانان دیگه به وکال نیست. دقت فرمایید. حال کردی. همینه آدم بالاخره مغز، خصوصا مردا تک بعدی ان. میتونن به یه چیز همزمان فکر کنن. ایشون دیگه دلشو اون فرد یا اون چیز به حال یه چیزی اون دور و بر هست برده. خب معلومه دیگه حواسش به وکالش نیست. مبارک باشه داداش لامینه تا بمبه، واقعا قشنگه. البته مقدار به نظرم باید یک درجه تیرگی کار میاد بالا، یه مقدار زیاد از اندازه گچه کار. آدم منم والا یه چنین لامینتی داشتم میرم چطوری؟ خب همش دیگه آدم منم بودم والا اینجوری میکردم. حتی منم اون اوائل که راستشو بهتون بگم آدم خب جوگیر میشه دیگه، منم همش سعی میکردم الکی به هر چیزی بخندم، بعد دیگه عادی شد. چون شما آ رو میگه آ، ایشون آ رو میگه آ دیگه، آ آی دیگه. آقای شهرام خان اذیتمون نکن دیگه، اینجا دقت بفرمایید. اینجوری آخه آ دیگه، اه چیه دیگه؟ نه خیلی سینک. آها واه، کی اومد؟ سلطان استیج، پروردگار کنسرت ها و ابرهیول ماجرا. ایشون به نظر من از نظر ظاهری خدا وکیل، حالا تو سلیقه من نیست، من مثلا سلیقه خودم یکی یان سومل هالدر رو میشناسین؟ دیمن بود توی ومپایر دایریز، اون هست، براد پیت هست، خدا وکیل یه سری حالا تو سلیقه من هستن، مثلا من تو سلیقه‌م این رخ نیست، ولی این رخ واقعا رخ حداقل من فکر میکنم که دختر پسندیه، فکر میکنم، چون برا بازو ردیفه، شلوار همیشه پاره و سفید فرق فلان، برونزه دائم سولار. ولی میریم دیگه حالا فراتر از بزک دوزک خوانندگی رو بررسی کنیم. خب من اگه بخوام به ایشون واقعا یه رهنمودی بدم، ایشون باید یه مقداری از این حالت لو فرکانسی یکی دو پرده بیاد بالاتر، واقعا روی اونجا تسلط نداره و اصلا دیافراگمش درگیر نیست، آهنگ برای شله و نمیتونه اینا رو مسلط بخونه. خب اسکات سنگین، اسکات رو من از ایشون میپذیرم، پشت پا ردیف میپذیرم، ساق ابر بمبی، واقعا بدن آماده است، بدن آماده است و ایشون الان میتونه بره تو قفس، بدن آماده است، ولی رو استیج خدا وکیل
از اینجا به پایین خیلی دیگه مهم نیست، یعنی از اینجا به بالا هم خیلی مهم نیست به نظر من. به نظر من تو رو استیج این تیکه دادش مهمه، نه اگه این چش و ابروات خیلی به بالا مو فلان و اینجا پایین هر چقدر برو دمبل بزن این فایده نداره. البته اینم به شما بگم ها، روندی که الان دارم میبینم اینجا از چیزی که چند ماه پیش میدیدم بهتره. نمیدونم آیا ایشون وکال کوچ گرفته یا نه، الانم داریم میبینیم یه خورده نوته داره زیر تمیزشون مسلط تر میخونه. من کامنتی که بهشون دارم اینه که واقعا گام آهنگا رو خورد بگه، چون که های نوت خفن نداره که بره رو نوتهای میو فادیز و سولو اونورا. بنابراین ایشون باید توی اکتاو 4 یه مقدار تسلطش توی نوت‌های یه مقدار از این چیزی که الان هست زیرتر به نظرم راندمان بهتری بگیره. این اجراش از اجراهای قبلی من بهتر می‌بینم ایشونو، شاید که واقعاً وکال کوچ گرفته. اگه این کارو کرده باشه بهش تبریک میگم. اینه که به شما گفتم سلین دیون الان وکال کوچ داره، مایکل جکسون تو روز آخر زندگیش، که من عاشق مایکل جکسون و بروس لی، این دو نفر رو من خیلی فوتشون منو به هم ریخ، فعلا وکال کوچ دیگه من حاجی من خودم چند میلیون فالوور، نه این راه درستی نیست، باید وکال کوچ بگیرن. اگه گرفتی آفرین. خب ایشون بهتر شده، خدا وکیل بهتر شده. موهاش اینجاش بافت بود یا اشتباه دیدم؟ خب فقط ما داریم راجع به تیونی صحبت میکنیم، فیلینگ میلینگ که تعطیل، کمپرس هوا تعطیل، داینامیک تعطیل، تکنیک های وکال تعطیل، ولی شون تیونینگش بهتر از سابق شده. واه کی اومد؟ سلطان میکس، سلطان ادیت، بریم ببینیم که، و سلطان نورپردازی، و سلطان نورپردازی تلنت روزگار، هیکل همیشه رو فرم. اگه دستاتا بکردم میدونم تنهایی بد دردیه، منو ببخشم که نهیده گرفتم آرزاتو. ببین سیروان عجیب غریب فالشیای بد داره. آخه سیروان، از سیروان هم خیلی تعجب میکنم. ببین یه موقع است که طرف اصلا موزیسین نیست، همینجوری تو خونه لای جمعیت خونده، یه بابایی رو میگم اون اوکی اصلا نمیدونه فرکانس چیه، نمیدونه نوت چیه، ولی ایشون موزیسینه. ما توی اون پست پروداکشن اون کنسرت پشت بوم دیدیم که ایشون موزیسینه، آکوردشناس، نوت واقعا موزیسینه. خدا شما واقعا شما هم نمیشنوی خودتو حداقل، یعنی ویدیو خودتو خودت هیچ وقت ندیدی؟ مگه میشه خودت مثلا بالاخره خودت که ریکورد این ترکو کردی تو ریکورد استدیوی دیدی که کلی فالشی که بعدن رفتی ادیتش کردی میکس تمیز تحویل ملت میدی؟ خب حالا خودت که میدونی واقعا چرا درست نمی کنی خودت؟ فالشی های سیروان هم بعضن یهو خیلی پرت میشه. من خودم از سیروان خیلی خوشم میاد، ولی واقعا چند ویدئویی که از ایشون دیدم اصلا آدمو دل سرد میکنه. یعنی من به تلنتی ایشون خیلی حال میکنم، پسره با اراده، با حال، یه فاکتورای روحی اخلاقیشو خیلی حال میکنم، خیلی ظاهر خوب، اصلا زرنگ، مارکت باز تیر، آرتیست تجاری، حرفه‌ای این کار. ولی خب اینا همه یه طرف داشت. اگه خواننده ای، خوانندگی چی؟ خب اینا نوتای نامعنوسی هن، اگه تو نمیتونی این نوتا، یعنی خط ملودیا روتین ایرانی نیست، اگه نمیتونی خب نخون، یه خط ملودی که میتونی رو بخون.
بابا اصلا شنیدی الان چه اتفاقی افتاد؟ باور نکردنیه این چیزی که الان شنیدم. من فکر میکنم یا فیلم واسه ما علکی خراب کردن که ایشونو خراب کنن، یعنی ایشون درست میخونده یه بابایی ادیت کرده خراب کرده که ایشونو خراب کنه. چون نشدنی این حجم از پرت و پلایی تو این لول کنسرت های 20 سانس بیلان مالی هر کنسرت میلیاردی. علازر اون گیتاریست عقب بود آیبانزه. اکویپمنت ها خفن خالص. سوپر فالش. بعد این فاز چی دقیقا؟ ایشون هر بار که ایرمانیتونی در میاره همون لحظه فالش میشه. خب این چه کاریه؟ من نمیفهمم اصلا. اینا که فالشن. بچه شما کام میشنوین شما فالشی رو خداییش؟ یا به نظرتون اوکیه؟ من نمیدونم الان اصلا آدم به چون این همه فروش مردم برای چی پس مردم میخرن؟ سردرد نمیگیرین؟ خل نمیشین؟ برای چی باید بخریم الان؟ شاید نمیشنوین واقعا، فکر میکنیم ردیفه. از سیروان از همه بیشتر از سیروان از همه بیشتر تعجب میکنم، چون انتظارمون اینه که یک موزیسین به حال اینا رو درست کنه، چون خودش میفهمه. یه موقع سی بابایی نمیفهمه، نمیشنوه، خودش سنسی نسبت به فرکانس و نوت نداره. ایشون میفهمه، ایشون اینو درست نمیکنه. خیلی عجب. به حال کنسرت پاپکی ها واقعا ابر گرخناک و ابر خوفناک بود. به این ترتیب موضوع خودتون باشین و خدا نگهدار.